درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه چهارم خرداد ماه همراه ما باشید. صادق لاریجانی عضو شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از رد صلاحیت برادرش علی لاریجانی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو توسط شورای نگهبان انتقاد کرده و نوشته هیچگاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافتم، چه در تایید صلاحیت ها و چه در عدم احراز صلاحیت ها. او رد صلاحیت علی لاریجانی را به دخالت های فزاینده دستگاه های امنیتی از طریق گزارش های خلاف واقع در تصمیم سازی برای شورای نگهبان نسبت داده است. در این حال احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در نطقی که امروز در مجلس ایراد کرده گفته است که منزل مسکونی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین از دیروز محاصره شده است. زهره الهیان نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران در توییتر خود گفته است که هیئتی از این کشور برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سوریه عازم دمشق شده است. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرده بود این کشور بر انتخابات ریاست جمهوری سوریه نظارت کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با هدف ایجاد شرایط پایدار پس از آتش بس بین اسرائیل و شبه نظامیان غزه و بازسازی غزه به خاورمیانه سفر کرد. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده به توافق هسته‌ای قبلی با رژیم ایران باز نگردد. او تاکید کرد فرقی نمی‌کند چه پیش آید، اسرائیل همیشه حق خود را برای دفاع از خود در برابر نظامی که متعهد به نابودی ما و متعهد به رسیدن به سلاح کشتار جمعی برای تحقق این هدف است محفوظ می‌داند. جین ساکی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در 16 ژوئن سال میلادی جاری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ژنو سوئیس دیدار می کنند و رهبران در مورد طیف گسترده ای از مسائل ضروری بحث خواهند کرد. اسماعیل خویی از شعرای برجسته معاصر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران امروز سه‌شنبه چهارم خرداد ماه در 83 سالگی در لندن درگذشت. او از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود و از همین رو سالهای پایانی عمر خود را در تبعید خودخواسته گذراند. اسماعیل خویی خالق آثار متعددی در شعر است و اشعار او به چندین زبان دیگر از جمله فرانسه و انگلیسی هم ترجمه شده است.